یازدهم شهریور برای اهالی صنعت چاپ اهمیت بسیاری دارد، چرا که در این روز صنعت چاپ ایران با بیش از 200 قدمت دارای هویت شد و روز ملی صنعت چاپ نام گرفت. این روز یادآور تلاش مستمر و زحمت مداوم جمع بزرگی از کارگران، صنعتگران و هنرمندان و در یک جمله وامدار تلاش بزرگ مردان فرهنگ ایران زمین است. شاید امروز که به صندلی خود تکیه داده ایم و مشغول دیدن مطالب مختلف در میان پایگاه‌های اینترنتی هستیم، به باعث و بانی این اتفاق تا به حال فکر نکرده ایم. نیندیشیده ایم که اگر چاپ نبود، چگونه دانش‌ها منتقل می شد. چاپ یعنی زندگی، یعنی حیات، پویایی و تحرک. فکر این که در نبود چاپ جامعه با چه مشکلاتی روبرو می شد، غیر قابل تصور است. برای چند لحظه به دنیای بدون چاپ فکر کنید. تصور کنید که محصولی عکس نداشته و بخواهد معرفی شود. اگر چاپ نباشد، هیچ کارت شناسایی برای معرفی هویت ما وجود ندارد. خبری از اسکناس‌های رنگارنگ نیست و کتاب و مجله چاپ نخواهد شد و اگر صفحات وب را چاپ نوین بنامیم، دیگر سرگرمی به نام اینترنت معنا ندارد. یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ بشریت چاپ تمبر پستی می باشد. تمبر پستی مدرکی چاپی است که نشان دهنده پیش پرداخت مبلغی برای خدمات پستی است. قدیمی ترین تمبر رسمی ایران معروف به تمبر باقری در روزگار پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار و در سال 1247 هجری شمسی برابر با 1868 میلادی منتشر شده است. نقش این تمبر نشان رسمی دولت وقت ایران شیر و خورشید است که درون دایره‌ای قرار گرفته و در چهار گوشه آن بهای هر تمبر به فارسی درج شده است. کوچکترین اوراق بهادار و سفیر فرهنگی کوچکی است که بدون گذرنامه از مرزها می‌گذرد. در نتیجه تصاویر روی تمبرها همواره دیدگاه‌های رسمی حکومت‌ها را در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بیان می‌کنند و از این لحاظ طراحی تمبرها برای دولت‌ها از حساسیت و اهمیت والایی برخوردارند. با پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه سال 1357، تصاویر و مضامین تمبرها کاملا دگرگون شد. تصاویری از قیام مردم، وقایع 15 خرداد 1342، 17 شهریور 1357 و 21 و 22 بهمن 1357، جنگ تحمیلی، شهادت، زن در جامعه، امام خمینی و نمادهای فرهنگی ایرانی بر تمبرهای این دوره رسم شد که بیانگر تأثیرات فرهنگی الگوها و ارزشهای انقلاب اسلامی بر این عرصه می باشد. انواع تمبرهای قابل چاپ در ایران در چهار دسته تقسیم بندی می شود. تمبرهای جاری که در مبالغ مختلف جهت ارسال مراسلات عادی پستی چاپ می شوند. تمبرهای یادبود که با هدف گرامی داشت مناسبات مختلف تاریخی، فرهنگی و هنری کشور با تیراژ محدود و غیر قابل تجدید به چاپ می رسند. تمبرهای شخصی که بنا به سفارش اشخاص در تیراژ محدود چاپ می شوند و تمبرهای تبلیغاتی که با هدف تبلیغ فعالیت‌های اجتماعی در تیراژ بالا به چاپ می رسند. مرجان داورنیا هستم، شهرستان شیراز، ناحیه 714 پستی. اولین باری که من تمبر دیدم کلاس سوم یا چهارم دبستان بودم که یه دوستی داشتم که شهرستان بود، میخواستم براش نامه پست کنم، دلم براش تنگ شده بود. رفتم اداره پست تمبر گرفتم، زدم با خانوادم رفتم اداره پست تمبر گرفتم،
زدم رو نامم، فرستادم رفت براش. تمره 5 تومن بود. بعد خیلی هم شکل خوشگلی بود، شکل یه گل خیلی زیبایی بود که من خیلی خوشم اومد، واقعا قشنگ بود، زیبا بود. اولین تمری رو که من دیدم مبلغش 30 ریال بود. فکرم میکنم که عکس گل زعفرون بودش که من دیدمش. آیا شما اختیارات داشته باشید آیا رنجبر تمر رو مجدد به گردونه پست بر میگردونید یا از همون دستگاه نقش تمر استفاده میکنید؟ تمر من فکر میکنم نماد پست، حالا کشور ما هر کشور نمادش همون تمر هستش که روی حالا مرسولات حالا الساق میشه. من اعتقاد شخصی خودم این هستش که باید ازش استفاده بشه مجدد. با عرض سلام، علی دهقانی هستم، مخزندار تنبر استان فارس. بنده اولین تنبری که دیدم در سن 8 سالگی تصویر استاد شهریار با مبلغ 20 ریال روی تنبر. سمیرا بشیری هستم، شهرستان شیراز، ناحیه پستی 717. اولین تمری که دیدم یادمه تو دوران جنگ روی نامه‌هایی بود که برادرم برامون پست می‌کرد و پستشون رو از جبهه می‌آورد. مبلغش 2 ریال بود که روی اون هم عکس امام بود رحمت الله علیه. اولین تمری که شما دیدید چه مبلغی روش بود و چه تصویری داشت؟ والا سوال خیلی سخته، ولی تصور خودم اینه که یه تمر 10 ریالی به مناسبت که منقوش بود به تأسیس نیروی هوایی ارتش، اگر من اشتباه نکنم این فکر کنم اولین تمری بود که من به ذهنم میاد که اینو من تصویر یک هواپیمای فکر کنم فانتومی بود که اون منقوش بود روی اون تمر و خیلی هم برای من تازگی و خیلی جالب بود که نمادی از قدرت کشور ما رو توی عرصه هوایی نشون میداد و اینکه با توانایی اینو داریم که خلبانای خیلی ورزیده‌ای و توی این صنعت داشته باشیم. امسال آقای نواب صفوی بودن که حدود 650 ریال هم روش درد شده. آیا تمر واسهتون جذابیت داره آقای نلی؟ 100%. خب تمر سمبول و فرهنگ کشور رو نشون میده. بله. به نظر شما نقش تمر خوبه روی مرسولات پستی باشه یا تمر؟ خب نسل جدید هیچ چیزی از تمر خاطرشون نیست. به نظر من اگه تمر باشه خیلی بهتره، چون یادآوری میکنه حالا شخصه. در خدمت خانم موزرمی هستیم از همکاران باجه قبول. آرم جمهوری اسلامی ایران بود. آیا تمر واسهتون جذابیت داره؟ بله، چون خب به هر حال فکر میکنم نماد پست بوده دیگه، از اول پست ما به تمرش میشناختیم دیگه، تمر که روی پاکت ها میدیدیم. از اول پست ما از زمان بچگی به همین تمر میشناختیم، مثلا نامه های پست رو که میدیدیم یا حالا اگر یه مرسوله رو میدیدیم روی اون تمری که چسبونده بودن روش، ما پست رو به اون شکل میشناختیم. حالا من فکر میکنم چون یه نماد هستش، اگر باشه هست نشه واقعا بهتر. لحظات زیبای زندگی را در قاب ارزشمند تمر ماندگار کنید. تمر شخصی یا تمر اختصاصی تمری است که بر اساس درخواست و سفارش مشتریان در تعداد محدود و به مناسبات مختلف اجتماعی همچون اعیاد، همایش‌ها و جشنواره‌ها و یا مناسبات شخصی نظیر تاریخ تولد، سالگرد ازدواج، یادبود اشخاص و یا هر مناسبت دیگری در دو قطعه A4 و A5 به چاپ می‌رسد.
قطعه A4 شامل 16 قطعه و قطعه A5 شامل 4 قطعه تمر بهادار می باشند. این تمرها قابل استفاده بر روی پاکات ارسالی شما به دوستان و آشنایان نیز هستند. همچنین از این تمرها می توان در قالب تمر تبلیغاتی به منظور تبلیغ مؤثر فعالیت‌های شغلی و اجتماعی نیز بهره برد. شما می توانید با مراجعه به دفاتر پستی و یا وبسایت stamp.post.ir سفارش تمر شخصی خود را ثبت کنید.